سال 2017 گری اولدمن که برای فیلم سیاه ترین ساعت اسکار گرفت، رفت بالای سن، جایزه‌شو گرفت دستش و این نطق جذاب کرد. تای حرفاش هم از مادر 99 سالش تشکر کرد که مشوقش بوده و آخرش گفت مامان کتری رو بذار که دارم اسکار رو میارم. به همین سادگی و جذابی، مامان کتری رو بذار دارم اسکار رو میارم. من معتقدم هیچ جمله‌ای به این اندازه آدمی رو به زندگی امیدوار نمی کنه. این که یکی زنگ بزنه و بگه چای رو بذار دارم میام، یا شما زنگ بزنید و بگید کتری رو بذار دارم میام. این جمله همه فن حریفه. امید داره، دوستت دارم داره، تو یه طرف، همه دنیا یه طرف داره، دلم برات تنگ شده داره، چقدر امشب قشنگ تر شدی داره. خلاصه این که این از ملزومات اصلی زندگیه که یه وقتهایی یکی باشه که تو آروم و بی دغدغه بهش زنگ بزنی و بگی کتری رو بذار دارم میام. گلدونا یادتون نره آب بدینا. برو دیگه مرتضا، همه کارات لحظه آخریه. من 3 ساعت اینجا وایسید، هی میگید این کارو بکنی اون کارو نکنی، انگار ما بچه 5 ساله ایم. ما رو باش نگران کیا هست؟ من نگران همکلاسیاتم که 3 ساعت زیر آفتاب منتظرن. برو یه اردو میخوای بری شهرتونو برگردی دیگه، نمیری بمونی که. بابا شاید رفتم و برنگشتم، تو نمیدونی این هوای اردبیل میخوره به آدم، آدم اصلا دوست نداره برگرده. چرا هیچکی منو اردو نمیبره؟ اردوی دانش آموزی تعطیل قشنگ. چی قدر با هم میکنی روزه ای؟ بچه خدافز. ای بابا آرمان، آرمان آرمانو چی کارش داری؟ داره بند خدا خودشو خوشتیپ میکنه. بابا سویچو تو جیبم جا گذاشتم، اگه رفته بودم که دیگه هیچی. خب بده من، بده من رو بیش میدم. آرمانم بابا نرده چارشافم، آرمانم بابا نرده چارشافم. چه پسر قشنگی، بهو 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 بانه بابا سنه گربان کسیرم بهو بهو. اوهو اوهو بزا عوار زیر رد کنی، بس بزن شبکه اردوی. آرمان
سویچو دارم به روزبا. دمت گرم. خداحافظ. آرمان جان ببین شرمنده ها، این ماشین امانته. خب آب ماشین چک کردم، کلاجش هم یه ذره سفته، حواست باشه. شمارت هم دادم به این دوستم که اگه خواست بیاد ماشین رو ازت بگیره. دمت گرم. بیا این قلب مال تو. دمت گرم. خداحافظ. ای مرتضی ماری ای اصل و باقلبا یادت نره دا بابا، 30 بار گفتی دیگه. برو خدا داده شکر کن که بهت این سفارش لبن نیتا ندادم، ولی میخواستم بگم سرشیر بیاری، پنیر لیق بام بیاری ها. با همون اصل سبانه هم زیاده که خدا بیاری. خیلی خوب، خدا حافظ. دیوانه ها. یادش را به زیر قرآن رچی دیگه بر نمیگردی. بیا تو رچو. کوله بزنم؟ نه دستتون درد نکنه، من یکم به بوی اتکلن تندوتیز حساسیت دارم. خخ میخوای قرص حساسیت بگیرم یه جا وایسم؟ نه خشم میرسه با این بکنه. دستتون درد نکنه، همین که شیشه رو دادم پایین خوب شد. من خشم میگم خوندیم کتابه رو؟ کتابه رو راستش یه نگاهی کردم، وقت نشد کامل بخونم. خیلی هم به اینجور موضوع علاقه ندارم. عجب. البته از من موضوع خیلی مهمیه ها، چون آدم تو زندگیش یه وقتایی روش نمیشه حرف دلشو بزنه. نه نه نه، یعنی منظورم اینه که آدم باید تو هر موقعیتی هست حرف دلشو بزنه، چون اگه نزنه عقده میشه. نزاکت. خروجی رو رد کردین ها؟ آخ خوش کنم داره بعدی میره. پستتون درد نکنه، ولی من یه رو 20 دقیقه دیگه باید کریم خان باشم. میرسونم به تو، من میرسونم به تو.
یه باره دیگه. فهم مواظب باشین، آروم بریم. نه نه، من چون متعهد شدم شما رو سر وقت میرسم. دستتون نرد. نه نمیشه، نمیشه دقا، نمیشه. بابا چیه تو اونجایی میگی نمیشه نمیشه؟ نمیشه دیگه. اگه بخوایم هر دو ماه اینقدر خرج کنیم، آخر ماه دیگه هیچی برای خورد و خوراکمون نمونه. کارت بخوره به اون شکمت که فقط فکر خورد و خوراکتی. پاشو بیا ببینین رو دوست داری یا نه. نمیام. پاشو بیا ببین نظرتو میخوام بدونم. من فقط سایت داخلی یه چک میکنم. نمیای دیگه. باش. ها. من خرید اینترنتی کنم؟ چشم اگه؟ چش نیست؟ آقا ما اسفانی ها میگیم سری بازار ببین آتا بازار خریده دا بکن. من میخوام برم یه چی بخرم، بعد برم از نزدیک ببینمش، لمسش کنم، بوش کنم، بله یه پاپا زیبا لاش نمیدم. تو اون دوران گذشت آقا مسعود، الان دنیا دنیا فناوریه است. یه ببین کیف رو دوست داری نه. خوشم باشه، خوشم باشه. دیگه چی کار میکنیم تو این خونه؟ کیف بخری اونم اینترنتی؟ اوه چرا من هرچی میگم تو ساز مخالف میزنی؟ معلومه ساز مخالف میزنم آقا، کیف در دارمانی نمیخوره. اوه 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 قیمت ها رو ببین آقا، یه چی بگیریم به دردش بخوره، مثلا پالونی خورجینی چیزی نداره ببین. بچه ها چرا انقدر سر و صدا میکنی؟ ما وسط جلسه‌مو. بسی بسیار شرمنده ام آقای خواجه پالبند، یادم رفته بود شما استکهلم تشریف داری. چرا همه فکر کنم من شبیه قاچاقچیام؟ من شبیه قاچاقچیام؟ بله. روز به؟ من شبیه قاچاقچیام؟ بله. نه این که نیست. آدم دو تا رفیق مثل شما داشته باشه دلش گرمه. حالا اونو ول کن. شما مثلا عاقل ما، به نظرت کیف به درد آرمان میخوره واسه کارت تولد یا نه؟ معلومه که به درد نمیخوره آقا، یه چی بگیریم که همه ایمون بتونیم استفاده کنیم. کارت تولد اونه چرا هممون باید استفاده کنیم آخه؟ آقا من سرم تو حساب کتابه دیگه، اوضاعش خوب نیست. آقا مثلا یه شب یه شام درست درمون بگیریم، یه دلی از عزاده کباب بگیریم، آرمان گیاخاره، ریحونش هم میخوره، نونش که میتونه بخوره. آقا یه گونی برنج بگیریم، همه ایمون استفاده کنیم. تولد میدونی چیه؟ روزی که کسی متولد میشه. صاب تولد میدونی کیه؟ کسی که در اون روز متولد میشه. کادو رو برای کی میگیرن؟ کیف خیلی خوبه، بگیریم بارو بندیلش و کتاباشو میذاره توش، میره به کاراش میرسه. دم شما که بسانت بفرم. باشه باشه، حالا هی بل خرجی کنی، هی ریخت و پاشه یه میلیاردی کنی، هزینه کنی، ولی آخر ما نیاین و نخواین از من مسید تیلو قرض بگیری. نخند آقا ببین واسه کادو تولد چی کار میکنه. آقا قرض شد هممون دونگ بدیم، مرتضی هم گفت دونگش از اردبیل میفرسته. ببین کیف قشنگی. خیلی هم تقلبی و عالی. دستش 15 میلیون. میگم عالیه دیگه. باش میکتی دنگه منم که آقا امید میده، ولی اگه حضوران میرفتیم اونجا من بر از اون تخفیف میگرفتم. مشکل اینجا که من دیگه امشم خوابم نمیبره. این شکلات هم ببینی شاید از این مدل نداشته باشی. ببین شکلات های قشنگی هنو، ولی خب ما از اینا نیاز نداریم. کنار قهوه اینا خیلی خوب میشه. از جایی دیگه میگیریم. من خب خیلی کاراتون قشنگم. من خواهش میکنم. خراب شده؟ نه نه نه، یه صدایی میاد گفتم نگاهی بکنم. شما رو از کار زندگی انداختم، واقعا ببخش. چه فرمایی شما، خواهش میکنم دیگه اینجوری نگی. چی شد دیدن چاکلیتا رو؟ بله ولی اینا هم خیلی باب میلشون نبود. چی میتونم ببینم یکیشونو؟ وای چقدر زیبا. ده ده بفهم. نه من نمیتونم. ها
مردم چه بی سلیقه شدن؟ من میشه چاکت های شما رو دوست نداشته باشم؟ بیشتر مشکلشون با قیمته. اونو کم ارزون تر بدین. شما اگه کتاباتون رو ارزون تر از قیمتش بفروشین سودی براتون میمونه؟ نه. خیلی قشنگ گفتی، خیلی متین. آها، اون کافه رو برو دانشگاه چی؟ اونو دادیم؟ کدوم؟ همون که من جلوش بسات میکنم. آه نه، اون که چند بار اومدم رفتم دیدین که آخرش هم سر قیمت که هم به نتیجه نرسید. آخه اینقدر همه چی گرون شده، مواد اولیه همین ظرفا اصلا نمیسر کنم. از کافه‌های بعدی من خودم با هاتون میام، با هم میریم، با حال خوب و انرژی مثبت بالا. تو بهتون قول میدم همه رو یه جا میخرم. راستش من حوصله معرفی و اینا دیگه ندارم. بریم همین سفارش ها رو تحویل بدیم تمام شده. به عجب حرفی زدیم. قرار نیست اینقدر زود ناامید بشین. من اگه اون کتاب رو خونده بودین تاثیر نشده بود. حالا من این کتاب نخوندم و اصلا شما گشتن تو نیست و خیلی گرسنه شد. آخه چرا؟ این چاکلت های شما نه که خیلی اشتها برنگیزم. من 5 تا بچه گربه الان دارن تو شیکم هم ناخونهشون رو میکشم و دیواره میدم. اتفاقا یه رستوران اینجا هست که غذای گیاهیش هم خیلی خوشمزه است. اگه موافق باشیم بریم اونجا. شما گیاه‌خوارین؟ بله. چه خاصه دیگه، متاسفانه هنوز خاصه دیگه. آخه پاپوتو نمیزنیم پایین؟ آخه میگم چرا دنیا سفید شده ایچی نمیدیم. مرتضی یه چراغ دایره ای شکله که دورش نقطه 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 های دایره قرمز، از بالا شبیه آدمی که مو نداره ولی دور سرش پر از نشادوره. با مرتضی نشادور دیگه، شبیه نمک خاکشیر. ببین نه، وقتی وای میستم این روشن میشه. مرتضی یعنی چی نمیفهمی؟ میگم وقتی وای میستم روشن میشه این چراغه. دستی؟ آره دستی بالا. آره دستی بالا. خاموش شد، دست در نکن. آره دیگه ما سر این قیمت ها با هم صحبت کرده بودیم. کی با شما صحبت کرده بود؟ ما طبق قیمت های قبلی سفارش ها رو دادیم. من با شما صحبت کردم. من به بحث اینکه سفارش ها رو گرفتم لیست جدید قیمت رو براتون فرستادم. واسه من که چیزی نیومد. شما گفتین فرق نمیکنه، گفتین هر قیمتی تو بگی قبوله. تو بهشون گفتی هر قیمتی قبوله؟ باور میکنی؟ من گفتم هر قیمتی بگی قبوله؟
بفرما بیرون خانم، نخواستیم اصلا. بفرما بیرون. من زنگ میزنم. بازم نخواستیم اصلا. بفرما بیرون. صدا تو بیار پایین. یعنی چی بفرمای بیرون؟ شما کی باشی؟ شما کی باشی صدا تو انداختی تو گلود؟ من همراهی خانوم هم نمیذارم حقش زایشه. برو بیرون بابا، دماغتو بگیرم جونت در میره. نه نه افسادانتون اصلا درست نیستا. کمال خانوم من خواهش میکنم یه دقیقه شما تشریف بریم پایین. میرم ولی اصلا راضی نیستم از دستتون. تو خودت هم خوششون برو پایین. ببینم دیگه سر کسی داد بزنین ها. حواستون رو جمع کنین خانوم ها آقایونی که نشستین تو این کافه، دارین پول تو دخل کسایی میندازین که حقه دختر زحمت کش رو خوردن. تقصیر خودمونو که هیچی نمیگیم. میری بیرون یا بدم بندازنت بیرون؟ ببین من نمیرم بیرون، حقه این خانومو بده. بده بهشون بره دیگه. سر دوتا که از صبح شهر درست کردی اصلا کی گفت از اینا خرید کنی؟ ببینی مودب دیگه نبینم تو اینجا. ببین من هر جا دلم بخواد میرم. خب هر جا دلم بخواد میرم. شما پاشتیم بریم بیرون. زنگ میزنم پلیس ها. خانو زنگ بزن پلیس. پلیس اتفاقا از حق دفاع میکنه. زنگ بزنیم. برو بیرون بابا. بریم اینا باید حساب کار دستشون میاد. این طرف نشون بفهم بفهم. کمال خانم چرا گریه میکنی؟ کمال خانم کمال خانم تو رو خدا گریه نکنی. دروغی گفتن. من به محض اینکه سفارش رو گرفتم لیست قیمت رو براشون فرستادم. ببخشید تو رو خدا. چرا عذرخواهی میکنم؟ مگه چی گفتیم؟ حقتون رو گرفتیم. زحمت کشیدین شیرینی درست کردیم. این همه با سلیقه دیگه نمی کشم. خسته شدم. قرار نبود این حرف رو زن. شما خودتون شاهدین از صبح هر جا رفتیم یا گفتن شیرینی ها به درد نمیخوره یا گفتن قیمتش مناسب نیست. این هم که اینجوری من دیگه واقعا نمیتونم باید چی کار کنم. این همه کافه است تو تهران. من فقط همینا رو میشناختم. یه به اجازه بدین یه چیزی آدم هست هم کنید این هست. الو سلام چطوری؟ قربونت برم فدات شم. خوبی؟ مخلصم. آقا یه سوالی. یکی از آشناها هست کیک و شیرینی درست میکنه، خیلی خوشمزه و کاربلد. آره شیرینی ها سخنگو قشنگ به زبان فارسی مسلط هم باید حرف میزنه. آره دیگه فارسی پشتو دری اردو همه رو بلد. میگم شما نمیخواین از این شیرینی ها برای کافتون؟ اه جدی میگی؟ تو رو خدا به بابا دمت گرم. ببین اصلا خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم. باشه باشه. چی؟ چی؟ عالیه. همه رو میخوای؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ آره همه رو برات میفرستم. کیک و شیرینی ها همه مدل همه چی داره. آره آره عالی میشه اینجوری. باشه حالا شماره کارت میفرستم برات. نه تعارف ندارم که. باشه میفرستم. ببین اصلا عجیب غریب خوشحال شدم. کاش که از اول به خودت زنگ میزدم اصلا. دمت گرم. تو هم همینطور مخلصیم. سلام برسون. میبینم ات پس. قربونت قربونت. خدافظ. بریم. چی شد؟ هر شد. دوستان کافه داره. کلی کافه هم میشنسی که کیک و شیرینی میخوام. همه رو یه جا خرید. واقعا؟ بله واقعا.
آخه چجوری ندیده نشناخته؟ دیگه من تعریف کردم دیگه، انگار دیده. من چجوری محبت شما رو جبران کنم؟ کمربندتون رو ببندیم لطفا. اصلا جبران نمیخواد، شما فقط یادتون باشه که ناامید نشین. خدا بزرگه، به قول معروف میگن قفل یعنی کلیدی هم هست. بریم بریم. فقط مراقب باشین. اوکی، تحت کنترل. فلامی بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. اومده اینجا. آی گشتس، گشتس باشه منی بیکی، گشتس بدنش، گشتس بدنش بیکر باید هسته دیگه اینجا بایستدی بابا. بیا بیا پایین، بیا پایین دوباره بده. مسعود جان چی چی داری میکی؟ بیا بایسته 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 میشتوی؟ بایسته بدنش گشتس. آجا تو کجایی یکی جون داره بزن. آقا مسعود ببینم بسر طولو گشتس بدنش بیکر باید هسته دیگه اینجا بایستدی بابا. بیا بلا پایین. آجا تو کجایی یکی جون داره بزن. آقا مسعود اینجا ببینم. چی چی بگو؟ من فردا امتحان دارم، لطفا آرومتر پوشش بخواه. بله بابا. نه بابا تو نیستم، تو کاور میکن. نه بابا یه دیگه فلا میکن نیگه اینجا بایسته ده میکن یه دیگه فلا میکن با تو هم. آمده سه دو یک گو 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 گو. دسته رو بریم. نه برو کنم. چطوره باز؟ چی شده؟ بخستی چی بشه ها؟ زده نم آقا، اولین بارود من تا اینجا اومده بودم آقا، اینم تلاش کنم آخرش که چی؟ هیچی به هیچی. یعنی شب یه چشا وزی شدم که کاش تو داشتی داشته اما برداشتی نداشته. حامدی توی خونه چند نفرن؟ چند نفرن؟ پنج. پنج نفر؟ خب برو تو اتاق خودت، اما خونه مگه میدون جنگه؟ اوه روزبه جدی میشود. شوخی نداره امتحان برادر من، از شب تا صبح تو خونه هی بازی هی بازی هی بازی. برو اونور ببینم. ای کی کابوس نارنجک بنداز، بعدم بده دنبال من یه موقع زخمی نشم. ای انقدی که این آقا زخمی شده کل جنگ ویتنام زخمی نداشت. یه جوری هم هی میگه هیت می هیت می هیت می، هر کی نداره فکر میکنه وینیپگ زندگی کرده. آخه من نمیفهمم عزیز من، میخوری هم زمین این بچه ی آدم محترم سنگین رنگین بمیر. کی کابوس نه گشتاست. حالا هر کی تو این خونه یکم مراعات آدم رو بکنید. روزبه واقعا جدی میشود. خیلی نگرانشم، بسی بسیار عصبی شده. بس میشه دیگه تامه. باشی ای باشی ای باشی تو روزی که انتحاری میزنی وسط حال. حامدی ولی گوشت هست عجیب بازی کنی، بسی دلوی ند بکنی. سلام سلام. چی شده؟ ساکت. چی شده آقا؟ یکم ما رو آد کن دیگه. چی خوب نقش بازی کردم؟ واقعا داشتی بازی میکردی؟ به روح گشتاس میکشم. به روح گشتاس میکشم. آخه تا کی میخوای شیرینی ها رو بخری؟ بدی مسعود بخوره. بخری بدی مسعود بخوره. بخری
بدی محصول بخوره. اون راه و رسم دلبری کردن نیست دقار من. مطمئن و فکری که تو ملازه بزنم رسید همین بود دیگه. من چند تا به فکر کافه‌دار دارم. خب بتونم باشو صحبت کنم بیان شیرینیاتو بخریم. آخه چند جا رفتیم نشون دادیم گفتن نمیخواییم دیگه، قیمتشون بالاست. میارزد آقا میارزد. ولی راست میگه اولین اصل اقتصاد اینه که کمتر ضرر کنیم. ما میتونیم این شیرینی ها رو با قیمت پایین تر به دوستای روزبه بفروشیم. آقا کجا هنو بخوام؟ عجب حرفی زدی. من چی میخوام بگم؟ چی میخواستی بگی؟ مذاکره میکنی؟ ها. خب اصلا من فردا میرم اونجا تو هم با هم بیه. باش بسی ببینم این کمر خانم هم کلاسیده؟ نه این شما ازم کتاب خریدیم. بعد من متوجه شدم که این به کافه‌های اطراف شیرینی میفروشه. بعد گفتم که خب این اول کارشه، نیاز به حمایت داره، ازش حمایت کنم. خانم خوبی. پس خانم خوبی. خانم خوبیه. چیزه تو مطمئنی با مذاکره حل میشه؟ ما از فردا این مذاکرات چند علاوه یکو شروع میکنیم. شما هم از این به بعد جلوی خانومای خوب و پی نیار. بسیار خوب. پس بفرمایید به عنوان حسن ختام دهنه دینه شیرین کن. بخل بیاد مسودی بخوری. بخدی بخور کفته. الو کیه؟ ها سلام آقای حامد خجستفال اینجا نه؟ بله این جنه متاسفانه هم خونه ایمانه. بهش بگید لطفاً با مدرک شناسایی بیا پایین، برش بسته شو بردن. باش یه لحظه حامدی؟ حامدی؟ این کادشو ایز کجا خریدین؟ او برده دمه تره. اومد 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 حالت خوبه رئیس؟ داغون کردی موتوره؟ لطف شما ممنونم. اینا باید موتور نون در میارین. بله میدونم. معلومه کلان حالت خونی. همین گفت فشارم افتاده. فشارت افتاده اینی؟ فشارت نمفتاد میخواستی شی کنی؟ بخشی سالمه؟ میگم حالت خونی؟ میگی نه؟ او رانما سمت چپش فقط سالمه. برای سوار ماشینشو برو عقب یه جوری برکش بش که فشارت بیا سر جاش. بله منصور بودو بیا پایین کمک. آره برای شی میکنی؟ موادی چی میزنی؟ سلام بزنم حالت خونی سم داداش خوبی؟ خوبی؟ سلام. بابا من پای آیفون بهت گفتم دیگه کوچه رو اشتباه اومدی. یه لحظه بیا با من. خوبی ببین من حامد خجستفالم. شما اسم شریفت؟ نه آرشم. داشت آرش خوبی. ببین تولد این رفیقمونه که داشتی باهاش صحبت می‌کردین. بسته‌ای هم که روی موتورت کادو تولدش می‌خوام سورپرایزش کنیم نفهمه. یه دو دسته کنه دوستم میاد این کادو رو ازت می‌گیره. دمت گرم. پس سورپرایزشه. ها. چی شده؟ مسعود جان این داداشمون نشونی رو اشتباه اومده بیا تو خبره محلی راش بنداز. چاکی مقدسه تو بیشی ما اسم شدی بی؟ آرش آرش میدونی چاکی ریدم یه چرا شوش تنکون بیدی چطوری؟ بیشی کردی؟ چطوری؟ یه تو بیشی
من واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. بابا چه حرفی آرمانی، بابا نردا چهار شافی. بابا یه دو دقیقه باید سر را این دیگه نمیدونم چه 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 تو بذارم بابا خاکسارم مخلصتم. اتفاقا کمند خانم زنگ زد قیم گفت کار فوری با هم داره، باید زود برم ببینمش. دیرم شده این جواب رو اگه ممکنه بگید. باش برو. پس من شب میبینم. شب میبینم چیه بابا؟ الان میرم بالا لباسه ما عوض کن. لباسه چی؟ نه آرمان یه لحظه کن آرمان یه لحظه بگی نارو لباس چرا میخوای عوض کنی؟ لباسات خوبه دیگه برو. من الان پارک کردم که برم لباس عوض کنم. خب اشتباه کردی دیگه. یه نکته بهت میگم یادگار از من بذار پرشالت. خب همیشه توی زندگی سر وقت باش. لباسات هم عالی و درجه یک. واقعا میگی؟ مسعود زنی موتور رو داغون کردی. ها لباس های این عالی و درجه یک نیست؟ عالیه درجه ازش یکی بینله ماشالله بین. خب پس برم یعنی واقعا؟ برو باش دمت گم ها دمت گم. در پشت رو نبستی. حواس ندارم. مراقبت کن. چیزی نمیخواه بیرون؟ نه. بازش کردی؟ آره آمون یه دقیقه بسه این پیره الان رای بکنم چه وایسا؟ تینا آمون ببخشید اسم شریفتون چی بود؟ نه آرشم. داشت آرش من لباسم خوبه برازنده است. لیلی مارکت با لیلی نازاره واقعا پیشا پیش کن خیلی عالی به سلامت نفی در نکنه آقا پس کچه بلا یه دیگه خدا همیشه میان اینجا؟ نه اتفاقی اومدم دیدم جای قشنگی گفتم شمارم دعوت کنم. شما که احتمالا قبلا اینجا نیومده بودید. اینجا؟ نه من خیلی اهل کافه و این چیزا نیست. شما که گفتین رفیق کافه دار زیاد داری؟ رفیق که دارم بله، منظورم اینه که خیلی اهل قرار ملاقات و کافه و اینجور چیزا نیستم. چه جالب. راستی اون کتاب رو خوندم. خب من در خدمت سنم. خدمت از ماست جان. میخوایی بعدم چند دقیقه دیگه بیام؟ تو ماهینه منظورشون اینه که سفارش بدیم. نای چایی میگم چیز من یعنی میخورم یه چایی اگه امکانش هست. برای ایشون یه کیک توت فرنگی، برای من یه کیک انگور لطفا. چشم. چی دادی؟ یعنی ندادی؟ نه ممنون. یه چند تا شکلات هم لطفا حتما. چشم. خدمتتون رسیدم. خدمت از ماست. خوش کن خور. خب گفتی خوندی این کتاب رو؟ آره خیلی هم ازش تاثیر گرفتم. مثلا از چه چیزش بیشتر خوشتون اومد؟ از اینکه باعث شد تصمیم بگیرم راحت حرف به دلم بزنم. قبول بگیم بعضی وقتا سخت آدم حرف دلشو بزنه. آره ولی نگفتنش یا دیر گفتنش حتما پشیمونی میاره. بله بالاخره آدم حرف دلو زد. آره اگه نزنه عقده میشه. کتاب قشنگ بهتون تاثیر گذاشت. خوش همه از کتابایی که میخوندن تاثیر میگرفتن. چیز پیچیده ای هم نیست، همین مسائل ساده انسان. اصلا من دقیقا برای همین کتاب دوست دارم، برای همینه که کتاب دوست دارم. باشه
همه دیگه نداره. مخلصی. ولی همه چیزا رو هم تو کتابا نمی نویسن آقا آرمان. مثلا چی؟ مثلا همین کیک ها. چی؟ به چشمتون آشنا نمیاد؟ همین چیزها رو تو کتابا نمی نویسن. صداقت، روراستی، حق خوری، کلا سر کسی نذاشتن. خیلی زشته آقا آرمان. زشته که شما کیک های منو با یه قیمتی از من بخری و دو برابر بفروشی به کافه دارا. من ساده‌ام که فکر میکنم شما میخوای به من کمک کنی. از همین روز اول باید میفهمیدم. الانم نه دیگه میخوام شما رو ببینم. نمیخوام کیک هامو به شما بدم. نه حتی دلم میخواد یه لحظه اونجایی باشم که شما هستی. ای کاش یکم به کتابایی که میخونی اعتقاد داشتی، میفهمی توش چی نوشته. خیلی بی‌معرفتی. خانم کنده دقیقه اجازه بدید من توضیح میدم براتون. این دقیقه سمت شما چه یه ثانیه به من فقط فرصت بده. من توضیح میدم اشتباه کردم. من بهتون دروغ گفتم. معلومه که دروغ گفتید. نه منظور اصلا این نیست، منظورم چیز دیگه است. ببین من به یه آدم الکی زنگ زدم اونطوری، یعنی اصلا به کسی زنگ نزدم. ببینید من اون کیک رو با پول خودم خریدم ازتون، یعنی خودم ازتون خریدم ایشون. من به تو علاقه دارم خانم کمان، من دوستتون دارم. ببینید من اصلا میخوام عمل کنم که با چشم غیر مسلح ببینم تو. البته که با چشمای بسته هم میتونم شما رو ببینم. الان احتمالا زل زدیم به من، شاید هم داریم لبخند میزنیم.